اما در خبری که همین دقایقی پیش منتشر شد، سازمان بهداشت جهانی شیوع آبله میمون رو یک وضعیت بهداشتی اضطراری جهانی اعلام کرد. اما در ایران با ادامه روند صعودی آمار کرونا و همزمان با افزایش چند برابری شهرهای قرمز، بر اساس آمار وزارت بهداشت تعداد موارد مرگ و همینطور بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بر اثر ابتلا به کرونا نسبت به هفته‌های گذشته افزایش چند برابری داشته. مانا غفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ما همراه میشه. آقای غفاری، با توجه به شرایطی که میدونیم دوز واکسن تقویتی به چه شکل تزریق شده، نگرانی‌ها در مورد ایران بیشتر هم هست. درسته، ما الان حداقل تا چند هفته گذشته یک روند صعودی رو نسبت به گرفتن دوزهای بوستر از بابت دوز 3 یا 4 در ایران شاهد بودیم. فکر می‌کنم آخرین آمار شاید به 90,000 دوز در روز می‌رسید که از آمارای هفته پیشش که شاید کمتر از 10,000 تا در روز بود خب بهتر هست، اما کمی دیر طبق معمول متأسفانه، از این جهت که ما الان در پیک جدید هستیم و کارایی واکسن‌ها عملا چند هفته بعد خودشون رو نشون میده. اون چه که ایران تجربه کرده و داره تجربه میکنه و کشورهای دیگه مثل آفریقای جنوبی هم نسبت به این موج با سویه‌های جدید اومیکرون تجربه کردن، این هستش که شواهد اولیه در حال شکلی هست که نشون میده بستری با این سویه، در واقع ریسک بستری با این سویه در افراد بیشتر هست نسبت به سویه اولیه اومیکرون. اما انتظار داریم در افرادی که مخصوصا دو دوز واکسن رو گرفتن و یک بار شاید اومیکرون نوع اولیه رو گرفتن و طبعا بهتر در افرادی که دوز بوستر رو هم گرفتن، بسیار ریسک فوت بار فوت کمتر خواهد بود. بر همین شاید گمان زنی سخته، اما شاید انتظار یک آمار سهمگین فوت به اندازه پیک‌های قبلی رو نداشته باشیم، اما قطعا فشار رو میتونه به کادر درمان بار ببره. من خیلی کوتاه هم بگم راجبه خبر فوری که گفتید، این در واقع راجبه آبله میمون، این بالاترین سطح هشداری هستش که سازمان بهداشت جهانی قرار میده. آخرین بار خب طبعا شاید بینندگانتون بیاد داشته باشن راجبه پاندمی کرونا بود، اما تا به حال شاید از سال 2009 تا کنون 7 باری این سازمان این اعلام این وضع هشداری که در واقع عمل اصلی که این کار انجام میده این هستش که یک تدارک جهانی بین کشوری برای تدبیرهای مختلفی که برای مهار این آبله میمونی در واقع باید تهیه بشه رو در واقع تشویق میکنه سازمان بهداشت جهانی. برای همین در روزها هفته آینده مطمئنن بیشتر راجع به این موضوع خواهیم شنید و تصمیماتی که قرار هست در این مورد گرفته بشه. مهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد، ممنونم از شما.